پاسخ‌های سفر شکایت‌ها از بدرفتاری نیروهای ویژه آمریکا در ولایت میدان وردک. هیچ شواهدی از بدرفتاری این نیروها وجود ندارد. و جلب توجه جهانیان به سینمای افغانستان با حضور دو بازیکن فیلم افغان در مراسم اسکار، هرچند آنها به جایزه دست نیافتند. به نام خداوند یکتا و با عرض سلام به برنامه خبری جهان در شش خوش آمدید. امروز دوشنبه هفتم حوت سال 1391 خورشیدی برابر است با 25 فوریه سال 2013 میلادی. من فواد امان هستم. هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد نیروهای ویژه آمریکا در ولایت میدان وردک با مردم بدرفتاری می کنند. سخنگوی ایساف در کابل با تاکید بر این مطلب می گوید که تهمهای وارده بر این نیروها را یک جا با حکومت افغانستان بررسی می کنند. حکومت افغانستان دیروز در پاسخ به شکایت مردم ولایت میدان وردک از بدرفتاری نیروهای ویژه آمریکا به این نیروها دو هفته مهلت داده است تا این ولایت را ترک کنند. هرچند نگرانی ها از افزایش ناامنی ها پس از خروج این نیروها از ولایت میدان وردک وجود دارد، اما وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی تامین امنیت این ولایت را دارند. در چند ماه اخیر انجام عملیات های نیروهای ویژه آمریکایی در ولایت های میدان وردک و لوگر یکی از مسائل جنجالی میان حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی بوده است. ریاست جمهوری ادعا دارد که افراد مسلح زیر نام نیروهای ویژه آمریکایی در میدان وردک به آزار و اذیت و شکنجه و حتی قتل مردم بیگناه پرداختند. وزارت دفاع ملی میگوید که تصمیم اخراج نیروهای خارجی از ولایت های وردک و لوگر بر بنیاد شکایت های مردم گرفته شده و عملی خواهد شد. وزارت دفاع ملی به نیروهای اسپیشال فورس اطلاع داده که باید ظرف این دو هفته این دو ولایت ترک کنند. نیروهای اردوی ملی با یک آرایش جدیدی که در جلسات متعددی که در میدان وردک، لوگر و همچنین مرکز گرفته شده در اونجا جابجا میشن. با این حال ایساف میگوید که تا اکنون هیچ شواهد درباره دست داشتن نیروهای ویژه در آزار و اذیت مردم در میدان وردک وجود ندارد، اما نیروهای ایساف در این مورد بررسی های بیشتر انجام خواهد داد. در جریان هفته های اخیر اتهامات گوناگون در پیوند به عملکرد غیر مسلکی نیروهای ویژه در میدان وردک صورت گرفته است. ما تا کنون نتوانستیم شواهدی را که بتواند این اتهامات را ثابت کند دریافت کنیم. ایساف یک جا با نمایندگان دولت افغانستان کار می کند تا یک راه حل را پیدا کند. ما وضعیت در وردک را جدی ارزیابی نموده و این مسئله را در هماهنگی کامل با همکاران افغان حل خواهیم کرد. ولایت های میدان وردک و لوگر در نزدیکی کابل از اهمیت استراتژیک برخوردار است. چنان که برخی از آگاهان نظامی تأکید دارند، هر گونه فعالیت گروه های هراس افغان در این ولایت می تواند سبب افزایش تهدیدات امنیتی در مرکز و ولایت دیگر کشور شود. با خروج نیروها از این ولایت پایگاه دائمی دشمن در نزدیک کابل به وجود خواهد آمد و با استفاده از این پایگاه به طور دوامدار کابل نه تنها توسط عملیات های انتحاری و انفجاری، حتی توسط راکت ها تهدید خواهد شد. به نظر آگاهان نظامی ولایت های میدان وردک و لوگر از مناطقی هستند که بیشتر گواه فعالیت طالبان و حزب اسلامی است. اگر حکومت افغانستان بیشتر از این مانع انجام عملیات های ویژه در این ولایت شوند، امنیت پایتخت به خطر جدی روبرو خواهد شد. کمیته نظارت و بررسی مبارزه با فساد اداری بار دیگر تاکید می کند که بیش از 50% اعضای شورای ملی در فساد اداری دست دارند و حکومت افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی باید این معضل را دنبال کنند. رئیس دارالانشاء کمیته نظارت و بررسی مبارزه با فساد اداری می گوید که حتی بسیاری از اعضای شورای ملی در بیرون از کشور بلند منزل ها دارند، اما حکومت تا اکنون نتوانسته در داخل افغانستان دارایی های آنها را ثبت کند. نظیفه محبوبی جزئیات می‌دهد. کمیته نظارت و بررسی مبارزه با فساد اداری بار دیگر بر دست داشتن بیشتر از 50% اعضای شورای ملی به فساد اداری تاکید می‌ورزد. رئیس دارالانشای این نهاد در حالی که از وجود شواهد در پیوند به دست داشتن اعضای شورای ملی به فساد اداری سخن می‌زند، اما از دادن جزئیات در این باره خودداری می‌کند.
نظر به ماده 12 قانون مبارزه با فساد نه تنها اعضای اراکین بلند رتبه دولت بلکه اعضای پارلمان خودشان باید تمام دارایی های خود را ثبت کنن. فکر میکنم که آجد شاید به اسناد بسیار کلانم نداشته باشین، رادیوها و تلویزیون از همه راپورای مختلف پر است. یک عضو پارلمانی $2,000 معاش میگیره، چطور میتونن که امروز در خانه های بلند منزل زندگی کنن؟ در این میان داشتن بلند منزل ها در خارج از کشور و حاضر نشدن بسیاری از اعضای شورای ملی برای ثبت دارایی هایشان هم با فساد اداری پیوند دارد. موضوعی که رئیس دارالانشای کمیته نظارت و بررسی مبارزه با فساد اداری از آن سخن میزند. زیادتر از 50% است، ولی فکر میکنم که ای بروی لفظ ماندنش کفایت نمیکنه. ما بروی لفظ ماندم، ولی ارگان های مربوط باید ایر عملی بسازن. ارگان اداری عالی نظارت میتونه که اولین قدم ورداره، در ثبت دارایی هایشون شروع کنه ثبتش، و بعد از اون طبعا اونا باید بررسی هم بکنن مو دارایی ها را، و بسیار آسانی شما میتونید این قسمت اسناد پیدا کنید. در همین حال شماری از نمایندگان مجلس از کمیته نظارت و بررسی مبارزه با فساد اداری می‌خواهند تا نام نمایندگانی را که در فساد اداری دست دارند بر بنیاد شواهد افشا سازند. من فکر می‌کنم خوب است که بر اساس یک تحقیقات لازم، یک معلومات اساسی و داشتن اسناد معتبر و قانون پسند این مراجع باید در قضیه برخورد بکنه. ما شخصا هم طرفدار همچو قضایی است ملت ما از رشوه و فساد و فساد اداری و زورگویی ها به سطوح آمده، باید قطعا جلویش گرفته شود، و این تنها در پارلمان خلاصه نمیشه که جانب دولت و حکومت هم در قضایی آغشته است. ده شکی وجود نداره که ده بعضی از وکلا دخیل نباشه. مثلا قانون منع انحصار تا چند سال به آجندای پارلمان گرفته نشد. دلیلش در چی بود؟ حتما مافیا در داخل پارلمان هم نقش داره. در این میان مداخله اعضای شورای ملی در قراردادهای خارجی و نیز دست داشتن اعضای این شورا به گرفتن رشوه از مواردی هستند که پیش از این همواره اعضای شورای ملی به یکدیگر اتهام بستند. فیلم کوتاه پسران بزکشی از افغانستان برنده جایزه اسکار سال 2013 میلادی نشد، اما حضور فواد محمدی و جوانمرد پاییز بازیگران نوجوان این فیلم در مراسم اهدای جوایز اسکار توجه جهانیان را به سینمای افغانستان جلب کرده است. در 85مین دور اهدای جایزه اسکار فیلم آرگو جایزه بهترین فیلم را به دست آورد. این فیلم داستان گروگانگیری در سفارت آمریکا در ایران را در سال 1979 میلادی به تصویر کشیده است. عبدالاحد محمدی در این باره گزارش دارد. از دستفروشی در خیابان‌های کابل تا اشتراک در 85مین دور مراسم جایزه اسکار هالیوود، فیلم کوتاه پسران بزکش دقیقاً در خیابان‌های ریخته و شکسته کابل ثبت شده است. فواد محمدی بازیگر نقش مرکزی این فیلم کودک است که در اینجا دستفروشی می‌کرد. جوانمرد پاییز بازیگر دیگر این فیلم هم متعلق به یک خانواده هنری است. فیلم پسران بزکش نامزد جایزه اسکار شد. با آنکه امیدواری‌های درباره برنده شدن این فیلم برای کسب جایزه اسکار در افغانستان بیشتر بود، اما این فیلم نتوانست برنده این جایزه شود. با این هم نامزدی این فیلم و حضور بازیگران آن در مراسم اهدای جایزه اسکار برای افغانستان مهم دانسته می‌شود. یکی دو نوجوان ما تانستن تا اونجا برن و در اون مراسم با او غول‌های سینمای دنیا با به اصطلاح به فرش با او بالای فرش سرخ اسکار قدم بگذارن، یک موفقیت بزرگ است. اگه جایزه رو نگرفت خیر، مقصد نامزد فیلم شد، کاندید شد بر سال آینده. بسیار احساس خوشی میکنم و افتخار است برای افغانستان که اولین فیلم است در جایزه اسکار نامزد شده. فواد محمدی پیش از اشتراک در مراسم اهدای جایزه اسکار گفته است زندگی او پس از ایفای نقش در این فیلم تغییر کرده است. خیلی تغییر کرده است. کسانی که در کوچه مرغا رفتند من را در اینجا میشناسند. آنها در کوچه مرغا با من عکس گرفتند و من را خیلی تشویق کردند. بسیار رفیق شدیم و تا بالا دوستی ما ادامه داره و زیاد خوش هستیم که من نه تنها فکر میکنم که ما در مورد واقعیت بیشتر از جنگ، بم و گلوله صحبت میکنیم. فکر میکنم که این یک قدم به پیش است و ما این کودکان را به خاطر اینجا آورده ایم تا نشان دهیم که آنان مانند کودکان معمولی در هر جای دیگر هستند و این یک دستاورد است.
فیلم پسران بزکش فیلم 28 دقیقه‌ای در مورد دو پسر نوجوان است. یکی از آن پسر بیپول خیابانی است و دیگر پسر یک آهنگر. آنان بین خود بسیار دوست هستند و رویای رسیدن به بزکشان حرفه‌ای را به سر می‌پرورانند. فیلم پسران بزکش را سام فرنچ یک شهروند آمریکایی کارگردانی کرده است. او بخش بزرگی از این فیلم را با $200,000 پول سفارت آمریکا در کابل که به یک پروژه آموزش سینماگران افغان اختصاص داده شده بود تمویل کرده است. پسران بزکش نخستین فیلم این پروژه آموزشی است و پس از نامزد شدنش به جایزه اسکار در محراق توجه بین‌المللی قرار گرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات تحریم انتخابات ریاست جمهوری آینده را به سود کشور نمیداند. این کمیسیون میگوید تلاش ها جریان دارد تا از هر گونه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری جلوگیری شود. پیش از این شمار از جریان های سیاسی از احتمال تحریم انتخابات در اعتراض به کاربرد کارت های رای دهی گذشته هشدار داده اند. بشیر احمد قاسانی این موضوع را دنبال کرده است. نگرانی ها در محافل سیاسی از استفاده کارت های رای دهی گذشته کان را زمینه ساز تقلب می دانند در حال افزایش است. ظاهرا این جریان ها روی تحریم انتخابات کار می کنند، اما کمیسیون مستقل انتخابات تحریم انتخابات را رای حل نمی داند. تذکره الکترونیکی را اگر اینا همه کار را نکرد چه می کنین؟ اون میگه نمی کنین، پیسه ندارم، نه واسه 80 میلیون چیه؟ ان پایزه ندارم نمی کنین، ما تحریم میکنم، اما نمیرم هم انتخابات. بعد از انتخابات برنده ایران شما چی ما در جاده برایم؟ پیش از اون میبرایم باید تذکر الکترونیک تازی شما نمیریم چند ولایت بسته من چند ولایت جلسه میگریم. چرا باز تقلب میکنن؟ این رقم خدا برنده ایران میکنن، باز ما در سر خود زده زده. چرا پیش از پیش به سر خود نزنیم؟ چرا اینطور تقلب شرایط مساعد میذاریم؟ ما فرصت های به انجام بسیار کارها را داریم. ما میتونیم که دیدگاه مختلف در این راستا داشته باشیم، حمایتشان را جلب بکنیم، قناعتشان را فراهم بسازیم و رای حل به قضای سیاسی افغانستان بحث تحریم، کنارگیری، گوشه شدن نیست. گفته می شود که در انتخابات های گذشته دست کم 17 میلیون کارت رای دهی توزیع شده و میان 2 تا 3 میلیون کارت تقلبی نیز وجود دارد. با این همه قرار است که 4 میلیون کارت رای دهی تازه و دست کم 6 میلیون شناسنامه برقی نیز توزیع شود که در این صورت 30 میلیون سند رای دهی در کشور وجود خواهد داشت. پرسش این است که افزایش سند رای دهی خود زمینه تقلب را فراهم نمی کند. آیا کمیسیون انتخابات به چه تعداد اوراق رای دهی چاپ خواهد کرد در انتخابات؟ اگر تعداد بسیار بیشتر چاپ کنند مثل دو انتخابات گذشته، باعث از این خواهد شد که رای دهنده وقتی کم شد تعداد اوراقی که باقی میمانده ای دوباره صندوق ها پر شد و باز زمینه تقلب میسر شود. ما با استفاده از تدابیر اضافی جلو تقلبات گسترده و پر کردن صندوق که بدترین حالت تقلب است ما بگیریم. دلیل مخالفت حکومت با توزیع کارت های رای دهی تازه نبود بودجه عنوان شده است، اما مخالفان سیاسی حکومت تنوز بر توزیع کارت های تازه تاکید دارند. از کمیسیون انتخابات تقاضایی است که اونا بیان و کارت های رای دهی جدید توزیع بکنند تا برگزاری انتخابات وظیفه شان است و بر لیست رای دهندگان هم بر رویت توزیع کارت های جدید ترتیب بکنند. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات با حکومت بر استفاده کارت های رای دهی گذشته در انتخابات تاکید دارند، اما معلوم نیست جنجال میان حکومت و مخالفان سیاسی اش بسود کدام یک از جناحات تمام خواهد شد. تدابیر ایساف برای جلوگیری از حملات نیروهای امنیتی افغانستان بر نیروهای خارجی نتیجه مثبت داشته است. با گفته سخنگوی ایساف حالا هیچ تهدیدی از این ناحیه وجود ندارد. سخنگوی ایساف در کابل میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی بالای پیدا کردند و وضعیت امنیتی در سال آینده خورشیدی بهبود خواهد یافت. در همین حال سخنگوی ناتو میگوید که مأموریت ناتو پس از این در افغانستان تغییر میکند و بیشتر روی تقویت و آموزش نهادهای ملی تمرکز خواهد شد. مختار پدرام گزارش میدهد. ایساف قدرتمند شدن طالبان را رد میکند و میگوید نیروهای افغانستان توانمندی تامین امنیت را دارند. سخنگوی ایساف میگوید بر بنیاد تدابیر آنها از حملات سبز بر آبی جلوگیری شده و اکنون این تهدیدها وجود ندارد. Our assessment is it's getting better.
ارزیابی های ما نشان می دهد که فعالیت های ما مؤثر و مفید بوده است. وضعیت امنیتی در حال بهتر شدن است. همین دیروز نیروهای افغانستان از 4 حمله 2 حمله اش را مهار کردند و متاسفانه 2 حمله قربانی گرفت. این نیروها با مبارزاتشان با شورشیان ادامه خواهند داد. تهدیدهای درونی یا سبز و آبی فعلا وجود ندارد. سخنگوی آیساف هر گونه تنش میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی را رد می کند. از سوی دیگر سخنگوی غیر نظامی ناتو می گوید که وزرای دفاع ناتو تصمیم گرفتند تا پس از سال 2014 مأموریت نیروهای خارجی در افغانستان متفاوت باشد. وزرای دفاع ناتو یک بار دیگر روی تحکیم روابط ناتو با نیروهای افغانستان تاکید کردند. فعالیت ناتو پس از سال 2014 میلادی روی آموزش، تعلیم و حمایت از نیروهای افغانستان متمرکز خواهد بود. این یک ماموریت متفاوت برای ایساف خواهد بود. ماموریتی که فقط روی آموزش و مشوره‌دهی متمرکز خواهد بود. سخنگوی آیساف همچنان میگوید که هیچ گونه مشکلی در روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی نیز وجود ندارد و در سال آینده نیروهای افغانستان مسئولیت تأمین امنیت تمامی بخش‌های افغانستان را به دوش خواهند گرفت. آیساف در حالی از نابودی تهدیدات حملات سبز بر آبی در سال جاری میلادی سخن میگوید که بر بنیاد گزارش‌ها از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون یک حمله سبز بر آبی انجام شده است. یک شرکت جهانی روسی برای نخستین بار میلیون ها دلار در افغانستان سرمایه گذاری می کند. این شرکت امروز قرارداد را برای واردات روغنیات با شرکت افغانی ارو پترولیم امضا کرد. مسئولان این شرکت روسی می گویند که تلاش ها جریان دارد تا فعالیت هایشان را در افغانستان بیشتر از این افزایش دهند. این در حالی است که گزارش های وجود دارند که ممکن است پس از سال 2014 میلادی سرمایه از افغانستان فرار کند. Well, first of all, I should say that نخستین تجربه ما در افغانستان است. شرکت ما پیشینه بسیار خوب دارد و ما تلاش داریم تجارت خود را به ارو پترولیم توسعه دهیم. ما آرزو داریم شرکت ما بتواند با اصول و مقررات محلی افغانستان کار کند و موفقیت هایی را به دست آورد. کمپانی ارو پترولیم با ادامه خدمات قبلی خود در عرصه رشد اقتصاد و سرمایه گذاری در افغانستان امروز یک قرارداد بزرگی با کمپانی لوکوایل شرکت روسیه در قسمت واردات موبلاین در افغانستان به امضا رساند که یکی از خدمات بزرگ در عرصه رشد اقتصاد و تجارت در افغانستان در آینده خواهد بود. پارک گیون های رئیس جمهور تازه کره جنوبی خواستار توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی شده است. او در هنگام حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری این کشور میگوید که کره شمالی باید از دستیابی به سلاح‌های کشتار گروهی دست بردارد و فعالیت‌های هسته‌ای خود را هر چه زودتر متوقف سازد. پارک گیون های 61 ساله نخستین رئیس جمهور زن در تاریخ این کشور است و پیش از انتخاب شدنش به مقام ریاست جمهوری این کشور تعهد کرده است که در صورت توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی تلاش خواهد کرد تا هر دو کشور را با هم یک جا سازد. گفتگوها بر سر استخراج معدن حاجیگک از سر گرفته می شود. شرکت های هندی برنده قرارداد استخراج معدن حاجیگک از عدم پیشرفت در زمینه استخراج این معدن سخن می گویند و خواهان گفتگو در این باره با مقام های دولت افغانستان شده اند. روح الله آرمان جزئیات می دهد. با گذشت بیش از یک سال از برنده شدن شرکت های هندی و کانادایی برای قرارداد استخراج معدن حاجیگک، تا کنون هیچ کار برای استخراج این معدن انجام نشده است. شرکت های هندی که برنده قرارداد استخراج این معدن شدند، خواهان گفتگو با مقام های دولت افغانستان در 12 مارچ سال روان میلادی هستند. هیچ گونه پیشرفتی در زمینه استخراج معدن حاجیگک تا کنون صورت نگرفته و نیاز است تا دو طرف در این مورد گفتگو کنند. وزارت معادن استخراج 3 بخش از معدن آهن حاجیگک را که دارای دست کم 2 میلیارد تن آهن تخمین شده با 3 شرکت هندی قرارداد کرده است. مقام های این وزارت می گویند که به دلیل بازنگری در قانون معادن تا کنون هیچ قرارداد با شرکت های هندی و کانادایی برای استخراج معدن آهن حاجیگک امضا نشده است. امضای قرارداد به این منتظر بود که ما قانون معادن یا منرال را از طرف کابینه تصویب شود. وقتی که امی قانون منرال ها وقتی که نهاییش توسط کابینه امضا شد به امضا برسه، بعد از او وزارت معادن میتونه که قرارداد با کمپانی هندستانی به امضا برسانه.
گفته می شود بیش از 14 میلیارد دلار برای استخراج معدن آهن حاجیگک سرمایه گذاری خواهد شد و سالانه دست کم 300 میلیون دلار را به خزانه دولت افغانستان واریز خواهد کرد. اما به باور برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی، دولت افغانستان تنها یک برششم حصه عاید این معدن را به دست خواهد آورد، ادعایی که از سوی وزارت معادن رد شده است. وزارت زراعت بیش از 2.5 میلیون نهال در سراسر کشور در بهار سال نو خورشیدی غرس می کند. با گفته مقام های وزارت زراعت، دست کم 30% از نهال های غرس شده در سال گذشته به دلیل عدم بهداشت و آبیاری از بین رفتند. اما اداره حفاظت از محیط زیست از همه شهروندان، نهادهای دولتی و غیر دولتی می خواهد تا در نگهداشت و آبیاری نهال ها توجه جدی کنند. پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله از کشف و ضبط 100 کیلوگرم مورفین خبر می‌دهد. مسئولان معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می‌گویند که این مواد در یک موتر تیلری به گونه ماهرانه جاسازی شده بود و از شرق کشور به کابل انتقال داده می‌شد. با گفته او، دو تن به اتهام قاچاق این مواد بازداشت شده است. خبرهای این ساعت ما در همین جا به پایان رسید. از توجه و همراهیتان تشکر. خداوند.